سلام پیرجان، خسته نیبی. سلامت بیه دکتر. سلام، خسته نباشید. سلام خانم. آقای مدیر هستن؟ کاری داشتی خانم؟ میخوام ببینمشون. تو کلاس خانم. میشه صداش کنی؟ کار مهمی باشون دارم. چشم. سلام آقای. سلام سلام. یه خانمی بیرون که ما کار داره. خب بگو بیاد تو تر. چیه؟ چی خبره؟ یک دقیقه نمیتونم میرم بیرون کلاس. کلاس رو میخواد بیرون زیر سرتون. ساکت دیگه. سلام. سلام خانم. من سارا گلستانی هستم، از اداره آموزش پرورش رشد گفتن که بیام اینجا. خیلی مدت منتظر شما بودم. به خاطر شما من تمام وقت ما گذاشتم واسه این کلاس پنجم. باور کنید که من هر روز پیگیر اومدم به اینجا بودم، ولی ضوابط اداری رو که خودتون بهتر میدونید. قبلا کدوم مدرسه بودیم؟ هیچ جا. اون که خیلی مشکلی که با این تجربه کم بیاین بچه های کلاس آقای امیدزاده رو درس بدید. ناچر. خب بیاین معرفیتون بکنیم. با این وز خب بدیم من بس شما میارم خانم. بفرم من. برپا برجا. خب دانش آموزان عزیز، ایشون خانم گلستانی هستن که معلم جدید شما هستن که قرار به جای آقای امیدزاده به شما درس بده. خانم معلم. بله. بفرمایید. برای شما غذا آوردم. سلام. سلام. خوبی؟ نه قابل. غذای محلی. زحمت کشیدی. خواهش کنیم. چی هست؟ ترباویج محلی. خیلی دوست دارم. ببخشید. گلکو نوبت چرا نیاوردی؟ خوبه. ما خیلی خوشحالم شما می خانه اجاره بودی. ببخشید. خیلی باصفا. آقای خواب، درو ببند. چیکی میشی نره تو؟ چشم. می خانه ایم همونجا است. هفته کار داری ستم کن. چشم. خدا حافظ. به سلامه. آقا ببرمایید. بفرمایید بیسکویت. نه خیلی ممنون، من نمیخورم. میگم چقدر خوب شد شما اومدین اینجا. منم یه همزبون پیدا کردم. البته خانم غفاری هم هستن. شما لطف دارید. قبلا هم معلم کلاس پنجم بودین؟ نه، اولین باره. به سلامتی ان شاء الله. سلام. 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 بفرمایید. دکان خواب موندین آقای مدیر؟ خب من یه چیز خدمتتون عرض بکنم.
من از 5:30 صبح بیدارم، هر چی بگیشم از دست این موتوره. رفته بودم اداره دنبال کار، امید زده همکارا همه به خاطرش نگرانه. کارش کشید به روزنامه، حسابی معروف شده. ولی از درد دل شیش که خبر نداره، حسابی داره درد میکشه. این معلم قبلی کلاس شما بود، تو زندگیم آدم به خوبی این ندیدم. خدا به زن و بچه‌هاش رحم کنه. آقای مدیر، یعنی برمیگرده مدرسه یا نه؟ با وضعی که مونده فکر نمی کنم. آقای مدیر، تو این وضعیت که کمک از دست من سخت است بگینا. همین کار موتور اشونه نداری؟ پیدا میکنم آقا. باید سر کلاس. خانم گلستانی، من خیلی با بچه‌های کلاس دوم، همون کلاسی که آتش گرفته، با خانم امانی معلمشونه و کلاس پنجم که امیدزاده اونجا تدریس میکرد حرف زدم. این بچه‌ها روی خوبی ندارن خانم، به خصوص بچه‌های کلاس امیدزاده که حالا شما اونجا دارین تدریس بکنید. سعی بکنید که به موضوعات دیگه بپردازید، راجب به اون حادثه از اینا سوال نکنید. بچه‌های کلاس امیدزاده همشون ناراحتن، ان شاءالله که بتونی جای خالیشو پر بکنی. چشم، با اجازه. بفرمایید. بچه ها کتاب فارسیاتونو بذارین رو میز. تو صفحه 51 رو بخون. که به توانایی بداش. اسمت چیه؟ قاسمزاده. خانم اجازه. قاسمزاده بلند بخون. بشین. که به توانایی خانم اجازه بلند نیست. یعنی چی؟ چرا بلد نیستی؟ اجازه خانم، ما تا صفحه 30 بیشتر نخوندی. ولی شما الان باید خیلی جلوتر باشین. از وقتی که آقای امیدزاده رفت ما تا صفحه 30 بیشتر نخوندی. مگه آقای مدیر جاش نیومد؟ آقای مدیر کار داشت، یه بار میومد یه بار نمیومد. شعر چشم استنگ بخون. شعر چشمه و سنگ، جدا شد یکی چشمه از کوهسار. به رأس گشت ناگه به سنگی دوچار. بچه ها این پسره رو میشناسین؟ خانم اجازه، اسمش علی فتاپور، شاگرد کلاس دوم. پس چرا بیرونه؟ خانم اجازه مدرسه نمیاد. یعنی چی؟ چرا؟ اون فقط دلش میخواد بازی کنه، دلش نمیخواد درس بخونه. اجازه خانم، اونو هیچ کی نمیتونه بگیره. آقای مدی چند بار رفت بگیره نتونست. بقیهشو تو بخون. به نرمی چنین گفت با سنگ سنگ. با من کاری داری؟ نه خانم. پس چرا منو تعقیب میکنی؟ دارم میرم خونه. خونتون کجاست؟ یکم جلوتر. پس نوه گیله جان تویی؟ بله خانم. چرا زودتر نگفتی؟ دیشب منتظرت بودم. راستش بگم خوابم بود. خونه آقای امیدزاده رو بلدی؟ بله. میتونی منو ببری اونجا؟ بله، ولی الان خونه نیستم، رفتم بیمارستان. راست خانومشم باش رفته. پس بچه‌هاش چی؟ بچه‌هاش خونه. چند تا بچه داره؟ 4 تا، 2 تا پسر 2 تا دختر، 2 تا کوچیکن 2 تا راهنمایی، ولی تو مدرسه ما نیستن، ما ابتدایی هستیم. بفرمایید خونه. خیلی ممنون، فردا مدرسه میبینم. خداحافظ. ببخشید، بیماری به اسم آقای امیدزاده همین بخش هستن؟ اتاق شماره 3. بهتر شده آقای دکتر؟ نگران نباشید، بهتر خوب میشه. ممنون، بفرمایید. نه نه، شما راحت باشید. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام.
زحمت کشیدید. شما؟ خانم گلستانی هستم، معلم جدید مدرسه ما. جای امیدزاده اومدی؟ بله، موقتاً که بچه ها بی معلم نمونم تا ایشالله حالشون خوب بشه. چجوری میخواد خوب بشه خانم جان؟ صورتش سوخته، انگشتش قطع شده، یک ماه و نیم تو بیمارستان تهران بالای سرش نشستم، پوست سر و گوشش رو پیوند زدم، شاید بگیره شاید نگیره، هیچی معلوم نیست، هیچی. همینطوری نمیمونه که، ایشالله خوب میشه. امیدزاده دیگه معروف شده، هیچ کی فداکاریش فراموش نمی کنه. بفرمایید شیرینی. حسن جان. خیلی ممنون. حسن جان. پرستار. چی؟ پرستار. حسن آقا. پرستار. امیدزاده چون اونطوری شدیم؟ پرستار. وای تو رو خدا قسم یک کاری بکن. آی دکتر، آی دکتر. حسن سلام. سلام خانم، دیشب کجا بودین؟ دلم براتون تنگ شده بود. رفته بودم رش پیش پدر مادرم. بایستین الان، الان بایستین. راستی گلگو، اون کلاسی که آتش گرفته بود بچه ها هنوزم سر همون کلاس هم؟ نه خانم، رفتن یه کلاس دیگه، هنوز درستش نکردن. الان درش بازه؟ بله خانم، بریم ببینیمش. بریم. آقای امیدزاده وقتی صدای آتیش رو شنید پرید توی کلاس دوم تا بچه ها نجات بده. دیگه ما نفهمیدیم چی شد. علی فتاح پور؟ بله خانم، همونی که نمیاد سر کلاس. آها، خودم اینا رو بهش میدم. من نمیبری خونه آقای امیدزاده بعد از کلاس؟ چشم. بریم. بقیه بچه ها کجا؟ نشنیدین؟ گفتم بقیه بچه ها کجا؟ خانه اجازه، بچه ها دوست نهارم بیان. یعنی چی؟ بشین. چیزی شده؟ تو هم نمیخوای بگی بقیه بچه ها کجا؟ خانم اجازه، ما از کجا بدانیم؟ ما که میشه شما بودیم. بعد از زنگ ورزش بچه ها کجا رفتن؟ خب شما هم نمیمدین، من هم میرفتم پیه کار زندگی. اینجوری که نمیشه. خانم اجازه، بچه ها میگن که آقای مدیر قول داده بود بعد از اون آقای امیدزاده بیاد، ولی زیر قولش زد. خب تو هم نمیمدی مثل بقیه بچه ها. خانم اجازه، بچه ها برای این نیومدن که آقای امیدزاده دوست داشتن. خانم اجازه، ما شما رو دوست داریم ولی به آقای امیدزاده عادت کردی. ببینید بچه ها، ممکنه آقای امیدزاده دیگه نیاد، اونام که نمیتونه تا آخر سال منتظر بمونن. منم واسه همین فرستادم پیش شما. به اندازه کافی هم از درس عقب افتادی. درس جدید دو. من کودکی کنجکاو و فعال بودم، کتاب می خواندم، شعرهای کودکانه می سرودم. کافیه دیگه، نمیخواد بخونی. تو این شرایط نباید مدرسه رو ول بکنی بری. چی کار کنم آقای مدیر؟ بچه ها منو نمیخوان. بچه ها بی خود میکنن خانم، مگه دستمون هست بگن کیا میخوان کیا نمیخوان؟ خب معلم قبلیشون رو دوست داشتن، شما که نمیتونی منو به اونا به زور تحمیل بکنید.
لابد معلم خوبی بوده براشون. چطور من برم از تختی بیمارسه اینا بردارم بیارم تو مدرسه؟ این بچه ها کم کم دارم منو دیوانه میکنن. حالا که شما رو آوردم هر روز یه وازی در میارن. من حسابشون رو میذارم کف دستشون. من پدر مادرهاشون رو میارم تو دفتر مدرسه. مدرسه از شوخی که نیست. راستش من به اون بچه ها حق میدم. آقای امیدزاده براشون از پدر مادر بهتر بوده. اونا که نمیتونه یه دفعه تمام خاطراتشون رو با اون فراموش کنن. همه ما از امیدزاده خاطرات خوبی داریم. هر وقت غم و غصه و گرفتاری و کار مدرسه میرفت رو سر من، به تناکزی که تکیه میکردم امیدزاده بود. حالا از شما خواهش میکنم یه مدت دیگه صبر بکنید، انشالله همه چی درست میشه. اگه شما با هم بخواید بذارید برید، کلاس پنجم اصلا میپاشه. بمونید، کمک بکنید این اوضاع یه جور سرسامون پیدا بکنه. چشم، فعلا میمونم. ولی شما هم به خانواده هاشون چیزی نگید، بچه ها رو تحت فشار نذارید. خانم بیاین دیگه. خیلی دیگه مونده تا خونه آقای امیدزاده برسید. نه دیگه خانم، چیزی نمونده. چقدر خونش فاصله داره تا مدرسه. دیگه رسیدیم. همینجاست. میخوای بریم تو؟ بریم. اون دختر بزرگشه، راهنمایی درس میخونه، ولی تو مدرسه ما نیست. تو چرا اونجا وایسادی؟ برو گاوه رو بردار بیار. نمیرم. مگه نمیبینی همه کار ریخته رو سرم؟ برو دیگه. نمیرم. مگه با تو نیست؟ برو گاوه رو بیار. برو گاوه رو بیار دیگه. نمیخوام برم دیگه. برو گاوه رو بیار. اگه گاوه گم بشه چیکار میخوای بکنی؟ حوصله گاوه ندارم. برو گاوه رو بیار. تو غرده. با تو نیستم اگه. برو گاوه رو بیار. با هم دعوه نکنی. یه دعوه نکنی یا بذار خوبی باش. هوای همدیگه رو داشته باشی. شما فامیل گلکو هستین؟ نه من معلمش هستم. خانم گلستانی معلم جدیدمونه. به جای بابا اومدی؟ آره تا وقتی که حالش خوب بشه و برگرده مدرسه. ولی اون دیگه خوب نمیشه. بچه های مدرسه گفتن وقتی داشتن میبردنش بیمارستان تمام بدنش کباب شده بود. این چه حرفیه؟ من خودم دیروز دیدمش. بس دیگه. بابا ما دیدین؟ حالش خوب بود؟ آره هر دوتاشون حالشون خوب بود. به زودی هر دوتا برمیگردن خونه، همه چیز میشه مثل روز اول. خیالتونم راحت باشه. اگه کاری چیزی هم داشتین، خونه ما نزدیک خونه مادر بزرگ گلکوه. رو در وایسی نکنین. باشه؟ مواظب خودتون باش. بریم گلکو. بفرمایید بالا، یه چای میخوریم. بفرمایید. نه خیلی ممنون، کار دارم، باید برم. اگه نیاید ناراحت میشم. بفرمایید. خیلی خوب. یه چند دقیقه میمونم.
اولیای محترم دانش آموزان عزیز، من بایستی یه چیزی حتما بهتون تذکر بدم که بهتون بگم اینجا مدرسه است، مدرسه هم قانون داره. قرار نیست که هر کی بی‌نظمی بکنه، هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه. یه دانش آموز خوب یعنی چی؟ یه دانش آموز با انضباط. من کلی رفتم اداره تا تونستم خواهش و منت بدونم یه معلم جایگزین بکنم. بتونه بیاد تا درسای آقاماندی شما رو جبران بکنه. سلام خانم. بیا خودشون هم اومدن. خانم گلستانی. شما هم دیگه سعی بکنید از این بعد دانش آموزاد با نظم، انضباط همه اینا رو باید رعایت بکنید. حالا خیلی مرتب بفرمایید سر کلاستون. برو سر کلاس. برو سر کلاس. سر کیسه رو شل کرده، تونستین این وسایل واسه بچه ها بگیریم. آقا در مورد سقف مدرسه هم باهاش صحبت کردی؟ امسال بودجه نداره، مونده واسه سال دیگه. بگم چه شیطانگل، این موتور امروز خوب با ما را اومده. آقای زده چشم بزن تا چرخ میزنه با. نه آقا شوخی کردم، تو رو خدا این کار نکنم، دو چرخ بریم بهتره. آرزو تو دلم مونده که یه موتور سالم داشته باشه. تا حالا این هم موتور بوده واسه ما، هم سواری بوده، هم باری بوده، هم گاری. این آخرینش خیلی خوب اومده، گاری. ای خدا. آقا بگی کنم، بگی کنم. آقا زنده ترمز نمیگیره. آقا نزن دیگه. کارش بکن. نه ترمز جلو میگیره. ترمز آقا. بگیر آقا زنده. بگیر بقل. آقا بگیر بقل دیگه. ترمز نمیگیره. آقا زنده توی چی داشت رو؟ من سالمم، تو چی داری؟ منم بد نیستم. دیدی بازم با این موتور گند زدم. آخه تو همیشه گند میزنی. ولی باز جای شکرش باقی کرده سالم. دفترا بچه ها اینا همه سالم. بیا کن، بیا اینا رو بسر اون بزن. بیا اینا هم سالم. آقا باش نه برو تو برو رو زده. این چی روزی بود؟ سفر بذار اینجا، بذار اینجا. برو دوتا استکان چایی بیار که ما یخ کردیم. برو زده حسابی خلخلی شدی. خبر خودتو نداری؟ خودتو تو آینه نگاه کردی؟ ولی خدا رحم کرد. خدا همیشه رحم میکنه. موتورتو درست کن آقای مدیر. آقا دیگه میگی چی کار بکنم آخه؟ ترمزش رو درست میکنم چراغش خاموش میشه، کاربردش رو درست میکنم موتور اصلا خاموش میشه، ساعته که خراب نشده. مثل ساعت کار میکنه نه؟ چند ساعت داریم؟ ساعت 15 تا. البته دو تاش مال بچه های کلاس خودمه، یکیش گلکون دختره که خیلی درسش خوبه، یکیش هم غلامی. بابا اینجا لانی زنبوره، بر کدومشون نصف میداد بدیم بازم کم میاریم. چی بود؟ باد بود بابا، نترس. رنگ روش رو نگاه کن. آتش! صدای کی بود؟ آتش! صدای خانم امانی. Thank you.
شو که شما همه بچه‌ها در سلامتی کامل به سر می‌برید. اگر فداکاری کارکنان مدرسه و معلمین نبود، چه بسا ممکن بود شما بچه‌های خوب الان در میان ما هم نبودید. امیدزاده مهربان جانش را در دست گرفت و خودش را با آتش کشید تا موی از شما بچه‌های نازنین کم نشه. هفته آینده معلم خوب شما با همکار عزیز ما از بیمارستان مرخص میشه. بایستی خودمون رو آماده بکنیم برای استقبال از این مرد بزرگ. خب بچه ها یه خبر خوبم به شما بدم. یه مقدار هدایا و جوایز تدارک دیدیم که انشاءالله به زودی بین شما تقسیم خواهیم کرد. حالا خیلی منظم و با احتیاط برید سر کلاستون. آقای مدیر، چیزی شده؟ میخواستم یه چیزی بگم در مورد اون دانش آموزی که کلاس دومه. چند وقتی که مدرسه رو رها کرده، تمام مدتی هم که شما صحبت میکردید من چشمم بهش بود. خوب شد که اومد مدرسه. نه، مثل همیشه از دور مدرسه رو زیر نظر داره. الان هم که دقت بکنید همونجا وایستاده. این بچه خوب درسخانی بوده، بعد از اون اتفاق یه مرتبه غیبش زده. هر چقدر به کسی کارش پیغام دادم، پس خام دادم، اینگار نه اینگار، هیچکی نیومده. خونشم که اوه کیلومتر از اینجا دوره، تو منطقه کوهستانیه. نمیدونم چی چیز عجیبی پیش اومده که یه مرتبه از مدرسه فرار کرده. فکر میکنم نگران اینه که دوباره این اتفاق تکرار بشه. هر چقدر خواستم وانیش بکنم که دوباره برگرده مدرسه، نتونستم. ولی حیفه که اونو تو این شرایط اینجوری رها کنی. خودتون میبینین که من چقدر گرفتارم. ممنونم از اینکه یادآوری کردی، حتما پیگیر میشم. گوش کنید بچه ها، میدونم که هیچ کس به اندازه شما از اومدن آقای امیرزاده خوشحال نشده. تا اومدنش ازتون میخوام که درسای عقب افتادتون رو جبران کنید، چون که هیچ چیز برای اون خوشحال کننده تر از این نیست که ببینه بچه های کلاسش خوب درس خوندن. خانم اجازه، شما اینجا میمونید؟ نه دیگه، موندن من دلیلی نداره، برای اینکه همه کلاس ها دیگه معلم داره. اینطوری که نمیشه، تو تازه اومدی الان میخوای بری؟ راستش فکر نمیکردم آقای امیدزاده به این زودی از بیمارستان مرخص بشه. بالاخره حقش سر کلاس خودش باشه. من فکر میکنم به این زودی بتونه برگرده سر کلاس. با اون جراحات و سوختگی که من دیدم بعید میدونم. خدا کنه حالش زودتر خوب بشه. این از تای دل میگم خانم امانی، دست شما درد نکنه. دلم برای بچه های قد نیم قد خودش خیلی میسوزه. تازه این مدرسه هم بهش خیلی احتیاج داره. حالا میخوای چیکار کنی؟ میرم آموزش پرورش رش مسئله رو مطرح میکنم، شاید بتونم برای من انتقالی بگیرم. این وقت سال فکر نکنم بذارم بری جای دیگه، باید تا پایان سال تحصیلی وایسی. چاره ای نیست، چند سال صبر کردم این کارو به دست آوردم، بازم صبر میکنم. خدا بزرگه. میدونی اون روز که کلاس من آتیش گرفت، خودم اول از همه بچه ها رو آوردم از کلاس بیرون. معلم ورزش هم کمک کرد، بیچاره دست و بالشم سوخت. چند تا معلم های دیگه هم کمک کرد، مدیرم خیلی زحمت کشید، ولی هیچ کسی چی نگفت، جاییم نوشته نشد. ولی امیدزاده بیچاره روحش هم از این ماجرا خبر نداره. اون که نمیخواست با نجات دادن بچه ها قهرمان بشه. در ثانی تو این جریان بهای سنگینی داد، جونش کف دستش گذاشت، الانش هم تمام بدنش سوخته، یک عمر باید عذاب بکشه. حق با توه، کارهای دیگران به اون چی ربطی داره؟ واسه همین روز اول که اومدی گفتم نازنین تر از این مرد هیچ جا سراغ ندارم. علی هاشمی بسر اصدار کل امیگو بالا. ولی در هر صورت همیشه قهرمان یه نفر، اینجوری قشنگ تره. راستی خانم امانی، این پسره که سر کلاس نمیاد شاگرد توه، اینی که تو این دورو برمیچرخه. علی فتاپور کم حرف و یه دنده، هر کاری کردم بکشونم سر کلاس آخر نیومد. آدرس دقیقش رو بلدی؟ مال تازه آباد بالاست. گلکوم اگه دانش آموز تو نیست؟ چرا؟ اون اونجا رو خوب میشناسه، زندهش مال اون طرفه.
علی بازی میکردی. چند وقتیه که علی نمیاد بازی کنی. خسته شدم دیگه گلکو. همینه دیگه رسیدی. تو ایزای؟ سلام. سلام جان ایزای. سلام. سلام خانم جان. خانم معلم از مدرسه اومده علی رو ببینه. چی شد خانم جان؟ اتفاقی برای علی من افتاد؟ علی مدرسه نمیاد. چی شده؟ سلام. چیزی نشده. اومدم بدونم علی چرا مدرسه نمیاد. نمیاد؟ اون که هر روز شال و کلاه میکنه میگه میام مدرسه. بس دروغ گفته؟ بذار بیاد با راکت تنش سیاه میکنم. باور کنید هر روز میاد، خدا رو خوش نمیاد بچه رو تنبیه بکنید. من تازه اومدم این مدرسه، میخواستم بیشتر با خانوادش آشنا بشم. شما عموش هستید؟ بله، از وقتی برادر خدا بیامرزم با زنش توی تصادف عمرشون رو دادم به شما، ما از علی نگهداری میکنیم. برادر و خواهرش هم توی جیرده پیش مادر بزرگشونن. تو حیات بده، بفرمایید بالا، بفرمایید. خیلی ممنون، مزاحم نمیشی. چه حرفیه جان زای، بیا بجو، بیا بجو. گلکو بده. بیا بجو. بفرمایید. ببخشید. خدا ببخش. یا الله. یا الله. ما رو بگو که گول این بچه رو خوردیم. فکر کردیم که هر روز میاد اونجا. گلگو جان اینجا بشه. به خدا قسم خانم معلم جان، من خودم ازش مواظبت میکنم تا که درساشو خوب بخونه. الحمدلله درساش خوب، ولی نمیدانم از روزی که این بخاری مدرسه آتش گرفت این بچه عوض شد، اصلا یه حال هوای دیگه ای پیدا کرد. حالا که هر روز میاد. زحمت نکشین تو رو خدا. چه زحمتی جان زای، هر روز میاد. خیلی ممنون. هر روز میاد ولی سر کلاس نمیاد، یکم بازیگوش شده. فکر کنم بعد از اون اتفاقی که افتاده میترسه بره سر کلاسش. خوب شد گفتی خانم معلم، ما که فکر میکردیم هر روز میاد اونجا. آقا جان دوروبر مدرسه با سگا بازی میکنه، نمیاد تو. ازش غافل نشین، اقلا شما باش حرف بزنید ببینید بچه مشکلش چیه. عجب، چه زودتر من نفهمیدم. هیده که تو این سنکی هم از درس مشقش عقب بیافته. علی صف کن پسر. کجا میره پسر؟ وایسا علی صف کن. ولش کنید برمیگرده، باهاش صحبت کنید بگید بیاد پیش من، خودم باهاش حرف میزنم. سلام. سلام گلای من. خیلی ممنون. یواش بیا، یواش بیا، عجله نه، مواظب دستت باش. آرام. سلام آقا. برو برو بابا دوشک بنداست، بودو ببینم اون پتو بزرگرم بیاری. بیا میزده، عجله نکن، یواش یواش یواش، یکم یواشتر. اون بالشو بزن پسر. خوشم تکیه بده. چتونه؟ واسه دیم بره بر نگاه میکنی؟
حالا خوبه که آقا اصغر هی میگفت که میشه بابا جون بیاد خونه، دلم براش تنگ شده. این بود. بیا ببینم اصغر. این که بابا نیست. این چه حرفیه داری میزنی؟ خدا رو هزار مرتبه شکر بابا زنده است، سایش بالای سر ماه، همین بسه. بیا ببینم مریم جان، بلمی سر. دیدی بابا رو؟ آره؟ دیدی بابا رو؟ میگم خیلی وقت دیگه شام و نهار درست و حسابی نخوردیم. چی دوست داریم براتون درست کنم؟ کبرا برو تو دیگ برنج برس، بودو ببینم. آقا یاسر، یعنی میخوام ببینم اینقدر آقا یاسر هستی بری یه قاشق برای من بیاری با یه لیوان، من داروی بابا رو بهش بدم. بودو پسر قربان. حسن ناراحت نشو بچه، کم کم عادت میکنم. لباس چرا خیز دختر؟ باشه ببینم، سرما میخوری، برم لباس تو عوض کنم. تو چرا اینجا بازیدی از قبول میشه بابا ببینم؟ جمع کن بسر، میان دو کس جنگ چون آتش است، سخن چین بدبخت هیزم کش است. ببین خیلی از در صبر میشه، باید عواستتون رو جمع بکنی، اینجوری این عقب افتادگی یا جبران بشه. اینا رو یادداشت بکن. آقای مدیر سلام. سلام. چی شد آقای امیدزاده نایمده؟ متاسفانه نتونست بیاد. شما یه جوری کلاس رو بچرکنم بعدم بیاین دفتر، من خدمت توضیح میدم. برپا برجا، آقای امیدزاده نیومده؟ صبح آقای مدیر رو چند نفر رفتن ولی آقای امیدزاده نیومد. چرا؟ خونه ما نزدیک خونه آقای امیدزاده است. بابام هم رفته بود، گفت حال آقای امیدزاده اصلا خوب نبود، درد داشت، نتونست بیاد مدرسه. ما رو نذاشتن بریم، گفتن تو مدرسه بمونید، آقای امیدزاده هم میاریم، ولی نیاوردن. آقای مدیر خیلی اصرار کرد ولی اصلا فایده نداشت. آقای مدیر یه جعبه شیرینی و گلم داشت. حالا شما اینجا میمونید؟ امیدوارم حال آقای امیدزاده خوب بشه. کتاباتونو باز کنید، درس روز پنجشنبه رو ادامه میدیم. فعلا وضعیت روحی و جسمیش طوری نیست که بتونه برگرده سر کلاس. چند روز دیگه باید بمونم؟ من حاضرم برای این مدرسه هر کاری بکنم، ولی خودتون بهتر میدونید من باید برنامه کاریمو بدونم، به اداره اطلاع بدم. حقیقتش خیلی بهش اصرار کردم، حتی شده 2 دقیقه بیاد تو دفتر مدرسه بشینه. ماشینم براش فرستادم که خسته نشد، ولی گفت نمیام. من این آدم رو خوب میشناسم، موقعی که میخواد یه حرف بزنه اول راجع بهش فکر میکنه، بعد تصمیم قطعی میگیره. من فکر کنم تا آخر سال تحصیلی باید بمونی خانم. تا آخر سال؟ بله، موقعی که مدرسه آتیش گرفت این با نیخود تمام انگشتش سوخت، این که دیگه نمیتونه گشت تو دستش بگیره. یعنی کلی دردهای دیگه هم داره میکشه. ولی من مطمئنم اون آدم محکم با اراده ای میتونه تمام این درد و رنج رو تحمل کنه، به کارش هم ادامه بده. من حرف شما رو قبول دارم. موقعی که رفته بودم خونهش، یه واشگی برگشت به من گفت بچه‌ها، موقعی که با این وضعیت من دیدن هم تعجب کردن هم ترسیدن. خودمون رو به جای اون بذاریم. خانم ما باید زندگی رو از دریچه دیده اونم ببینیم. باید براش کاری بکنیم. نمیشه که همینطوری بشینیم دست رو دست بذاریم.
البته حق با شماست. بهترین کاری که تو این شرایط میتونیم براش بکنیم بس بهش روحیه بدیم. بعد از اون حادثه نباید بذاریم اون کلاس درس تعطیل بشه. اون کلاس تمام زندگیشه. پدر عشق می ریخت و سر صورت پسر را بوسه می زد و می گفت تو مرا ببخش پسر عزیزم، من از تو پوزش می خواهم. حالا دیگر همه چیز را دانستم. لبخندی دلنشین بر لبانش نقش بسته بود. دیر زمانی بود که چنین آسوده و آرام نخوابیده بود. موضوع درس ما چیه بچه ها؟ فداکاری. آفرین بچه ها. فداکاری یعنی چی؟ یعنی که ما برای کمک به دیگران تلاش کنیم. گاهی اوقات توقعی هیچ پاداشی را نداشته باشیم. حتی سعی کنیم از این کمکی که به دیگران کردیم کسی چیزی ندونه. خانم، آقای امیدزاده از وقتی که اومده ما ندیدیم. دلمون براش خیلی تنگ شده. میشه بریم ببینیمش؟ چند روز دیگه صبر کنید، میریم پیشش. تا اون موقع سعی کنید عقب افتادگی درساتون رو جبران کنید. سلام. سلام. اومدم آقای امیدزاده رو ببینم.
شما هم خانم معلم نیستید که اومده بود بیمارستان عیاده؟ چرا، خودم هستم. استراحت که نمی کنم، میتونم ببینمشون؟ بله، بفرمایید. بفرمایید بالا. خوش آمدید خانم جان. بفرمایید. ببخشید مزاحم شدم. مزاحم چی خانم؟ قدم شما بالای چشم. بفرمایید. یا الله. بفرمایید. یا من. خیلی خوش اومدید. بفرما بشین. امید زاده، خانم معلم اومده تو رو ببینه. همونی که تو مدرسه به جای تو به بچه های کلاست درس میده اومده بود بیمارستان، عیادتت خواب بودی. بگو بیاد تو. بفرما خانم، بفرما. خیلی ممنون. سلام. خوش آمدید. خدا را شکر. از روزی که آمدم بیمارستان حالتون خیلی بهتر شده. حال روز من دست خداست. یه وقتایی خوبم، یه وقتایی درد دارم، یه وقتاییم فکر میکنم که دیگه وقت رفتنمه. این چه حرفی میزنی؟ خدا نکنه امیده بچه ها به توه، ایشالا سالهای سال سایت رو سر ما باشه. راستش اومدم ازتون بخوام اگه ممکنه دوباره بیاین مدرسه سر کلاستون. البته هر وقت حالتون بهتر شده آمادگیشو داشتین. بچه های کلاس خیلی دلشون میخواد شما رو ببینن. حقیقتش با این سر و وضع نمیخوام بچه ها منو اینطوری ببینن. میخوام همون خاطره خوشی که از من داشتن سر جاش باقی بمونه. خب منم اونا رو دوست دارم، دلم براشون تنگ شده، ولی نمیخوام تصویر ذهنیشون عوض بشه. دیر یا زود به شما عادت میکنن، همه چیزم فراموش میکنن، منم میشم یه خاطره خوش تو عکسای مدرسه. اینطوری بهتره. ولی آقای امیدزاده، شما تا کی میخواین خودتون از اونا پنهان بکنید؟ بالاخره یه روز باید با این واقعیت مواجه بشین. بچه ها به شما و اون کار بزرگی که کردین افتخار میکنن. خوب درس میخونن، ازشون راضی هستین؟ به خاطر اینکه شما رو زودتر ببینن با سرعت دارم پیش میرن. من ازتون خواهش میکنم که بهشون فرصت بدین بازم شما رو ببینن. ولی من ترجیح میدم که با این قیافه منو نبینن. کاری هم که من کردم برای بچه ها و رضای خدا بود. همین. دست برسونه خانم، نمک نداره. بفرمایید. خیلی ممنون. سبب بخاری هم آوردن؟ آره. خب هرچی زودتر خالیش بکن. سلام. خب بچه ها برین اون بار، برین اون بار بازی بکنیم. چه کار خوبی کردین آقای مدیر، دیگه خیال هم بر از خطر آتش سوزی راحت کردین. اینا همه به خاطر امیدزاده هست. اتفاقی که برای مدرسه ما افتاده هشدار بزرگی بوده واسه دیگران که به فکر این بیفتن بخاری های قدیمیشون رو عوض بکنن. خوشبختانه با درخواست ما موافقت شده. مطمئنم دیگه از این نظر ما مشکلی نخواهیم داشت. کاش که همه مدیرا کارا رو مثل شما جدی میگرفتن. بریدن حفاظا، عوض کردن بخاری، توجه به سیم برق، کپسول آتش نشانی، اینا چیزایی که برای هر مدرسه ضروریه.
سلام آقای. سلام. سلام. با چپور این تلفن ندید. من عموش هستم. خیلی مدت دیگه نمیاد مدرسه. من چی واسه شما پیغام دادم؟ من یه خدا چرا الان اومدی؟ آقای مدیر شما خودتان میدونید ما چقدر گرفتاری. همون که راه ما از مدرسه هم دور هم خیلی هم سخته. علی دیشب هم خانه نیامد. آب شده رفته زیر زمین. هر جام دنبالش میگردیم پیداش نمی‌کنیم. شبای قبل خونه می اومد؟ فرمالیم جان می آمد ولی خیلی دیر. نمیدونم آقای مدیر. از وقتی کلاسش آتش گرفته پاک هوایی شده. درست بخوره سرش. شبای دیر بیاد خونه. چند بارم کتک ایستدن علاج نکردن. الان هم که در رفته گلگور شده. من نمیدونم با این بچه چی کار باید بکنم. این بچه امانت دست من. اگر اتفاقی براش بیاد نمیدونم بگردم. اجازه روز پیش زنگریم رفته بود تازه آباد یه سری هم به علی زده بود با سغورا خانم زنموش حرف زده بود سغورا خانم میگفت علی خیلی از بچه های کلاس دوم ناراحته مخصوصا خانم امانی برای همین نمیاد سر کلاس اموش هم گفته اگه نری سر کلاس دیگه حق نداری تو خونه بیا واسه همین فکر میکنم که از خونه فرار کرده چرا مگه اونا چی کارش کردن؟ سغورا خانم هرچی ازش میپرسی جواب نمیده فقط میگه میخوام برم یه مدرسه دیگه سغورا خانم هم باهاش دعوا کرده گفته توی ده ما که دیگه مدرسه نید تا شفتم یه عالم راهه علی پاشو توی کفش کرده دیگه توی مدرسه نمیمونه با عموشم کتکش زده خیلی خوب صف کن ببینم چی میشه شما بریم خونه تا من یه کاری بکنم دست شما دل نکنه آقای بسلامت خدا بسلامت فکر نکنم جای دوری رفته باشه دیشب دوروبر خونم دیدمش میدونی کجاست؟ الان نمیدونم ولی حدس میزنم امشب دوباره همونجا سرکلش پیدا بشه چی به عموش میگفتیم؟ آخه فکر کردم اول به شما بگم عموش خیلی آدم عصبی دست بزنم داره اصلا فکر نمیکردم دیشب خونه نره اول باید پیداش کنیم ببینیم مشکلش چیه من فکر میکنم اون مشکلش هم به مدرسه ربط داره هم به اون اتفاقی که براش افتاده من فقط 8 سالشه خدا بگونه رای دوری نرفته باشه شنو با بده به مامان و برادرم کجا میاد؟ خب برو دیگه داره کجا میری؟ کار دارم باید برم شهر اینا رو بفروشم میشه منم باید بیام؟ نه تو رو خدا میگم نه برام لوبیا میخری؟ ای بابا پول از کجا ببرم؟ مگه نمیخوای اینا بفروشی؟ با پول همینو برام بخر به خدا پول اینا یه قرار دو ازدار تو جیر من نمیده همه رو ببینم خرچه دو با دکتر مادرم گشنمه یه عالم هم را اومده هم لوبیا میخری؟ ای بابا حالا لوبیا از کجا بیارم؟ داشو بردم خیلی خوشمزه است برو دیگه برای جبران میکنم برو از کجا بفرمان تازه؟ از کجا بفرمان تازه؟ از کجا
خبر شد. علی لوبیات رو بخور. اصلا فکر نمی کردم اونی که دارو برای خونم پرسی می زنه یه پسر اندازه تو باشه. اون سنگ پرونی هم کار تو بود. من به کسی چیزی نگفتم ولی نمیدونم چرا این کار رو می کردی. لابد فکر کردی می ترسم در میرم ها؟ منو نمیشناختی، چرا دلت میخواست من برم؟ از خانم امانی شنیدم دانش آموز درس خونی بودی، چرا دیگه مدرسه نمیای؟ دوست نداری درس بخونی؟ خانم امانی خودش به شما گفت که من درس خونه؟ آره خودش گفت، خیلی هم ازت تعریف کرد. برم ازش برم یاد دوست دارم. چرا دوستش نداری؟ من گفت یارده که این حرف بسر؟ اون روز که کلاس آتش گرفته بود از کلاس اومدم بیرون رو سرم داد کشید به این گفت بیارده. ولی به نظر من تو هم با ارزه ای هم با هوشی، شاید به یه نفر دیگه گفته. نه خیر، به من. Thank you.
معلم رو دوست داشتم. وقتی تو اومدی اینجا زنگ زدم به خونت که از اینجا بری. من تقصیری نداشتم. حالا معلم حتی من رو ندیده بود. ولی خانم همانه فکر میکنه تقصیر منه. من رفته بودم زیر میز تا گلمو بردارم چون خیلی دوستش داشتم. علی چان معلومه که تو تقصیری نداری. من خودم با آقای امیدزاده میگم. اون بهتر از هر کس دیگه میدونه که تو تقصیری نداری. به بچه ها خانم امانی هم میگم. خیالت راحت باشه. خسته شدی؟ امیده تو منه با ترسنی. مواظب باش زمین نخوریم. خدا بخونه حال مستقش خود. احتیاط بخونه. خانم معلم، خانم معلم، سلام. سلام. بفرمایید. نه خانم گلستانی، دیر وقته، مزاحم نمیشی. خانم جان، الهی قربان تو برم من. علی من کجاست؟ حالش خوبه؟ کجاست این بچه؟ خسته است، خوابیده. کجا بود؟ ما همه جا دنبالش گشتیم. مفصله براتون تعریف میکنم. فقط بذارید امشب اینجا بمونه، فردا صبح خودم میارمش مدرسه. با خانم جان، الهی من برای تو بمیرم. من اگه امشب علی رو نمیرم تا صبح آرام و قرار ندارم. براش لباس گرم آوردم. یه دقیقه فقط ببینمش. بفرمایی. فقط خوابه. خیلی نگران بودم. تو این اوضاع اول گرفتاری پشت سر گرفتاری. خدا رو شکر به خیری گذشت. از شما ممنونم که علی رو پیدا کردی. کاری نکردم. بعد از گلکو تشکر کنید که به موقع شما رو خبر کرد. گلکو که یکی از بهترین دانش آموزان مدرسه منه. خیلی مدت تصمیم دارم که یه جایزه خیلی خوب برای گلکو بگیرم. آقای مدیر. بله. میخواستم یه چیزی بهتون بگم. چیزی شده؟ در مورد علیه. بعد بیشتر بهش فکر بکنیم. بعد از اون آتش سوزی خیلی اذیت شده. خودشو مقصر میدونه. این بچه خودشو مقصر میدونه؟ نه خانم گلستانی، ما همه تقصیر داریم. منم ترسیدم. اگه نمیترسیدم که میرفتم تو اون کلاسی که داشت آتش میگرفت و نشاموزه رو نجات میدادم. از اون موقع تاله از آموشتن گرفتم. شبا خوابم نمیگیره. خانم جان، الهی ما قربانتو برم. یه خورده حواستون بهش باش. چشم، خیالتون راحت باشه. دست شما درد نکنی. خب دیگه خیلی دیر شده. مادر گلکو نگران میشه. فردا صبح ما مدرسه داریم دیگه. بری. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت.
قطعپور تویی؟ چی کار داری بسه؟ باید کار داشتم. یه والا ببینم. سلام. سلام بسه، کجا بودی؟ دلم برات تنگ شده بود. یه چیزی برات آوردم. نمیدونم چیه. آفرین.